انتشار فراخوان راهپیمایی سکوت در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد با استقبال گسترده حامیان جنبش سبز در فضای مجازی مواجه شده است. در ارتباط با این راهپیمایی و شرایط برگزاری آن با مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی و از پشتیبانان این حرکت اعتراضی گفتگویی انجام داده ایم که میشنوید. آقای واحدی، شما فکر میکنین در مردم تا چه حد تمایل و انگیزه وجود داره که حرکت‌های اعتراضی عمومی رو از سر بگیرن؟ به نظر من 22 خرداد انقدر موضوعیت داره که این انگیزه رو حتی اگه وجود نداشته باشه، که به نظرم وجود داره، حتی اگه انگیزه هم وجود نداشته باشه، 22 خرداد یادآور یک تقلب گسترده و یک حق کشی خونین در داخل کشوره که خودش به تنهایی انقدر پتانسیل داره که انگیزه ایجاد کنه و به نظرم ایجاد خواهد کرد. به نظر شما چه پیش شرط هایی لازمه که میزان شرکت مردم در حرکت اعتراضی 22 خرداد به بالاترین حد خودش برسه؟ ببینید، مهم اینه که مردم اعتماد بکنن کسانی که دعوتشون میکنن، بنا ندارن پشت پرده زده بندی با حاکمیت بکنن، که این اعتماد به نظر من تا حدود زیاد خوشبختانه وجود داره. و دیگه اینکه کسب اعتراض از میزان خشونتی که حاکمیت داره به خرج میره به هر حال بی‌تأثیر نیست، اگرچه افراد بسیار شجاعی در داخل کشور هستن که همه خطرات رو هجوم میخرن میرن، ولی اینکه درصد شرکت مردم تا حدود زیادی به حصول اطمینان مردم، من خیلی صریح میگم به آدم بودن نیروهای حکومت بستگی داره که تا چه حد حاضرن انسانیت رو زیر پا بگذارن یا چه حد حاضرن که به اعتبار و آبروی خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون به باد بدن و حاضرشن با غیر انسانی ترین کارها سرکوب بکنن. این شناخت از این موضوع یا برآورد اولی از این موضوع تا حدودی بر تصمیم بعضی از مردم، نه بر همه مردم، بعضی از مردم به هم طریق میان، ولی بر تصمیم بعضی از دیگر از افراد برای شرکت در تظاهرات حتما اثر داره. آقای واحدی، افزایش بیسابقه درگیری‌های داخلی محافظه‌کاران که الان وجود داره و ما می‌بینیم، آیا ممکنه بر توانایی حکومت در مقابله با حرکت‌های اعتراضی هم تأثیر داشته باشه؟ از یک جهت که الان باند آقای خامنه‌ای داره تلاش میکنه همه مفاسد کشور و همه بدی‌هایی که چند سال اتفاق افتاده به گردن احمد نژاد بندازه، ممکنه چون باند سرکوب بیشتر با آقای خامنه‌ای نزدیکه تا آقای احمد نژاد، ممکنه برای اینکه خودشون مبرا کنن و بگن تا به حال اتفاقاتی که افتاده اگر سرکوب بوده وزارت اطلاعات احمد نژاد بوده، کسانی بود که اونجا کار می‌کردن، ممکنه یه مقداری من اعتقاد دارم در کاهش شدت خشونت اثر می‌ذاره. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.